ویدیو فارسی تقدیم می کند. بینندگان شبکه جهانی نور، سلام بر شما. چهارمین قسمت از سری برنامه‌های گفتگوی خانواده را در حضور شما عزیزان آغاز می‌کنیم. امروز هم مثل روزهای گذشته مهمان عزیزی داریم، جناب آقای دکتر ناطق‌پور، که در حضورشون هستیم تا از راهنمایی‌ها و نظرات ایشون بهره مند بشیم. جناب آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که برنامه‌های گذشته مفید واقع شده باشه و بینندگان عزیزمون تونسته باشن بهره‌ای از بحثایی که شده ببرن و ما رو با دیدگاه‌ها و نظرات خودشون بیشتر آشنا بکنن که بتونیم مبتنی بر نظرات این عزیزان بحثای بیشتری رو ادامه بدیم. بسیار خوب. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید، من می‌خواستم بحث امروز رو با موضوع میشه گفت خیلی جالب مشارکت افراد در خانواده آغاز بکنم. به نظر شما مشارکت چطور میتونه اتفاق بیفته؟ چطور میتونه شروع بشه و گسترش پیدا بکنه؟ واقعیتش بحث مشارکت، خب میدونید که یکی از بحث‌های خیلی مفصل و طولانی است که هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی در موردش به خصوص جامعه شناسان بحث‌های مستوفایی کردند. یه نکته در باب این لغت مشارکت که مصدر باب مفاعل است به عربی، من باید خدمت عرض کنم که در واقع یک بحث واقعا جالب و شیرینی هست. در باب عربی مفعل به معنای یک جریان دو سویه است که در انگلیسی مثلا اینتراکشن میگیم، رفتار متقابل یا ارتباط متقابل. مشارکت یک جریان دو سویه است، چیزی که شاید کمتر بهش بعضی وقتا برخی از افراد فکر کنند، یعنی گمان کنند مشارکت اینکه یه نفر بایستی شرکت کنه در اینکه به دیگران کمک کنه. حالا این مفهوم مشارکت از کی پیدا شده و چگونه آغاز شده، دیدگاه ها چگونه برش مترتب هست، بحث طولانی است که من نمیخوام بینندگان عزیز رو با این بحث در واقع خسته کنم. اما نکته مهم این است که مشارکت یک امری است که در کشوری مثل ایران، در جامعه ایرانی، در بین ایرانیان و پارسی زبانان سابقه بسیار طولانی داره. شما همین الان به هر نقطه از ایران برید، مثلا مناطق روستایی، میبینید که اینها اصلا بدون مشارکت نمیتونستن زندگی کنند. مثلا شیوه آبیاری در روستاها، حفر قنوات، قنات‌هایی که آبیاری میکنن، تمام اینا کارهای مشارکته. من یه مثالی بهتون بزنم همین ابتدا. یک روز در یکی از روستاهای زنجان یه مراسمی دارن که معمولا اگر یک زمینی کشت بسا برداشت نشه محصولش در تابستان و به عنوان آخرین خانواده محصولشون برای روز آخر بمونه، میگن همه مصیبت ها و بلاها به دوش اون خانواده ها در اون سال خواهد اومد. از یه پیرمردی بود که به نام آقا سید میرآقا، حتی اسمش هم یادمه، مرحوم شد. ایشون 102 سالش بود، خدا عمر خوبی بهش داده بود، خیلی هم گفتگو میکرد، حتی کار میکرد آخرین روزها. ازش پرسیدم که این داستانی که اگر محصول کسی به روز آخر بماند تمام بلایای روستا به او نصیب خواهد شد، تا حالا نمونهشو دیدین؟ گفت نه. گفتم بچه تو به این اعتقاد دارین؟ گفت برای اینکه از بس مردم مشارکت کردن و محصولتون آدمو جمع کردن تا نیمه شب که برای روز بعد نمونده. یعنی هیچ وقت این اتفاق در حقیقت نیفتاده. چرا؟ برای اینکه مشارکت میکردن. یعنی یک سری باورهای وجود داشته که این باورها و اعتقادات موجب میشده که مردم مشارکت اجتماعی داشته باشن. درسته. و هیچ وقت مصیبتی نبینند. یا خدای نخواست اتفاقی مثلا میفته در مناطق، برای مناطق ایران، مثلا وقتی کسی فوت میکرد در شهرستانهای شمال، همه مردم جمع میشدن، نهار رو همه با هم تهیه میکردن، هر کسی اومد یه نهار میآورد. پس مفهوم مشارکت یعنی رفتارهای متقابل همیشه در جامعه ایرانی وجود داشته. خب حالا این روشهای مشارکت، حالا ما بیشتر تو حوزه کوچک خانواده داریم بحث میکنیم، چه نوعی هست، چه جور هست، چه روشهایی وجود داره؟ حالا نکته مهم اینجاست که این روش، این مشارکت هایی که در حوزه وسیع اجتماعی بوده و به لحاظ فرهنگی هم گسترش داشته، به دلیل تربیت و آموزش به اصطلاح فرهنگی و اجتماعی که به طور طبیعی اتفاق می افتاده برای مردم، به داخل خانه ها هم راه پیدا می کرده. در واقع مشارکت از یک نوع تقسیم کار سرچشمه می گیره دیگه. یعنی در خانه همه افراد خانواده در یک خانواده ایرانی کار رو بین هم تقسیم می کردن. اینو میگفتن مشارکت.
آقایون کارهای بیرون انجام میدادن، خانم‌ها کارهای داخل خانه رو انجام میدادن، آقایون هم در کارهای مثلا مجموعه خانه مثل رسیدگی به امور خانه هم بعضا کمک میکردند. این موجب می شده که شخصیتی که بچه ها پیدا می کردن در واقع یک شخصیت مشارکت جو بود. حالا مشارکت یکی از مبانی است که در بحث سرمایه اجتماعی در حوزه جامعه شناسی بهش توجه می شه. سرمایه اجتماعی چیه؟ سرمایه اجتماعی یعنی در واقع اون داشته ها و مجموعه قابل اتکایی که در یک خانواده می توان بر اساس اون خانواده رو به پیش برد و به آینده بیشتر فکر کرد و اهداف و آرزوهای خانواده رو پوشش داد. از جمله اموری که در این بحث سرمایه اجتماعی مطرحه یکیش مشارکته. چند تا مبنا داره سرمایه اجتماعی، یکیش اعتماد اجتماعی، یکیش مشارکته، یکیش شبکه ارتباطات و پیوندهاست و یکی هم آگاهی اجتماعیه. مشارکتی که از اوناست. جامعه شناسان معتقدن اگر در یک خانه، در یک خانواده در واقع مشارکت وجود نداشته باشه، سرمایه اجتماعی در اون خونه میاد پایین. دلیلش هم این است که در خانواده مشارکت وجود ندارد که رابطه پایین است، یعنی ارتباط پایینه تو این خانواده. شما تصور بفرمایید در خانواده ای که در واقع هر کسی برای خودش داره زندگی میکنه، یکی از آفتهایی که خانواده های امروزی رو تهدید میکنه، حالا حتی در جامعه ایرانی همین است که افراد خودشون برای خودشون دارن زندگی میکنند. خب حالا شما فکر میکنید که علت این از کجا پیش میاد؟ یعنی علت، چون میبینید بعضی از خانواده ها هستن که مشارکت خیلی درست انجام میشه و درست جلو میره، بعضی از خانواده ها اینطور نیستن. این نقصی که وجود داره تو بعضی از خانواده ها دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش برمیگرده به در واقع عدم آموزش های مناسب در دوران طفولیت و عدم پرورش مناسب کودکان و نوجوانان در دوره‌ای که در خانواده ها هستند. بچه های ما در خانواده معمولاً یاد میگیرن که بهشون دستور بدیم یک کاری رو انجام بدن، انتخابی انجام نمیدن. گاهی اوقات کارهای خلاقی میخوان انجام بدن در دوران کودکی. فرض بفرمایید که حس کنجکاوی بچه ها وادارشون میکنه که به این که یک شیء رو دست بزنن. ما به دلیل اینکه اون شیء گران قیمته یا مثلا لیوانیه، دستش میخوره لیوان میریزه، آب میریزه روی زمین، سر بچه داد میزنیم، میگیم نه. یعنی دائما از واژه نه، منفی، انجام نده، حریم ایجاد میکنیم، مانع میشیم. نکن، تو نمیتونی، تو بچه‌ای. آفرین. به همین جایی که میرسیم در واقع به نوعی توانایی بچه‌ها رو ازشون میگیریم. درسته. وقتی شما توانایی بچه‌ها رو ازشون گرفتی، عملاً دارید سوشال پارتیسیپیشن یا مشارکت اجتماعی رو درو تضعیف میکنیم ما. یکی از ریشه‌هاش عدم توجه خانواده‌های ما به فعال کردن بچه‌ها یا به عبارت خیلی خودمونی مشارکت دادن بچه‌ها در کارهای خانه است. خیلی ساده، همین که به یک کودکی در 4-5 سالگی، 3 سالگی، 6 سالگی یک مسئولیت بسیار کوچیک بسپارن. مثلا فرض کن بگن که این، مثلا فرض کنید که نایلون رو ببر بذار اونجا، این مداد رو ببر بذار اونجا، یا بود اونو وردار بیار، با حالتهای خیلی دوستانه. مثلا بیشتر اتفاقی که میفته همین قضیه که الان من گفتم که میگیم که تو بچه‌ی ما، چون اصلا ببینین دختر بچه ها خیلی دوست دارن که کارهای مادرشون رو تقلید کنن. مثلا از سن خیلی کوچیک خیلی دوست دارن که برفر ظرف بشورن، بعد مادر میگه که نه، تو هنوز بچه ای، نمیتونی ظرف بشوری، تو نمیتونی دست به این بزنی، تو اگر، یعنی من فکر میکنم اگر که ما این بها رو بدیم که اگر برفر این ظرف رو شست و این ظرف رو شکست، داریم کمک میکنیم که این مشارکت رو یاد بگیره، بذاریم این اتفاق بیفته. دقیقاً همینطوره. ببینید یه نکته ای که وجود داره این است که رشد و تربیت بچه‌ها هزینه داره. منظورم هزینه مالی نیست، مادی نیست الزاماً. هزینه اجتماعی، هزینه روانی، هزینه فرهنگی. فرض کنید که ما وقتی به یه بچه‌ای نمیگذاریم به قول شما یه کاری انجام بده، یه دختر بچه‌ای مثلا میخواد بیاد پیش مادرش آشپزی یاد بگیره، وقتی میگه برو اونور میسوزی، نمیتونی، میریزی، میشکنی، مادر میخواد هزینه‌ای نده. این بچه وقتی میخواد رشد کنه، مشارکت پیدا کنه، باید هزینه شکستن لیوان ما تحمل بکنیم. ما میخوایم هیچ هزینه‌ای ندیم، بچه‌هامون هم رشد کنن. این اتفاق نمیفته. درسته. به همین دلیل شما میبینید بچه‌های ما میان بالا با فرهنگ مشارکت آشنا نیستن. این کلمه فرهنگ مشارکت خیلی نکته مهمه. برمیگردم به اون صحبت که شما جلسه اول اشاره کردید که فرهنگ تکنولوژی، فرهنگ صنعت. دقیقاً نکته خیلی مهمیه که جامعه شناسان خیلی به این تاکید دارن. ما ممکنه مکانیک، به صورت مکانیکی، رفتاری، فیزیکی بتونیم مثلا
4 تا کار مشارکتی انجام بدیم، ولی فرهنگ مشارکت در ذهن ما شکل نگرفته. فرهنگ مشارکت یعنی چی؟ فرهنگ مشارکت یعنی اینکه یک، دیگران حق دارن با ما در ارتباط باشند. دو، مشارکت یه امر دو سویه است. سه، مشارکت سود دو طرفه داره. سه، مشارکت یه سرمایه گذاری بلند مدته. خب اینها رو ما از کودکی به بچه هامون وقتی یاد نمیدیم، تحکم بهشون میکنیم، به جای اینکه خودشونو وارد بحث بکنیم زود خودمون جواب میدیم. به عنوان مثال اینو بگم که دیگه بریم سر بحث دیگه اگه خواستید. ببینید مثلا ما یه سوالی که مطرح میکنیم در خانه خودمون هم جوابشو میدیم. هیچ وقت نمیذاریم بچه هامون فکر کنن یه خوده. ما همش در فشار زمان قرار داریم، همش عجله داریم، همش استرس داریم، ما ریلکس نیستیم با بچه‌هامون، یعنی آروم و راحت نیستیم. خیلی وقت این اتفاق میفته. بعد آقای دکتر یه اتفاق دیگه‌ای که میفته، ببینین بر فرض این کارو وقتی من انجام میدم، قطعاً 90% مواقع مادر من با من این رفتار رو کرده. بعد من با اینکه در اون زمان یا زمانی که نوجوان بودم میدونستم که این کار غلطه و احساس میکردم یک جور اعتراض نسبت به این رفتار داشتم، خودم هم باز این داستانو تکرار میکنم. درسته. یعنی این یه جایی باید قطع بشه، یه جایی باید درست بشه. درسته. ولی این اون کجا و اونجا کیه نمیدونم، کی این اتفاق میفته. یه نکته خوبی اشاره کردید، یعنی ما علارغم که خودمون میدونیم یه موضوعی نباید بشه، بعد اما خودمون مرتکب میشیم. ببینید من در تجربه با بسیاری از افراد دیدم، ماها اکثرا بر اساس تفکراتمون حرف میزنیم ولی بر اساس خصلت هامون عمل میکنیم. دقیقاً. شما مثلا میبینید که یک چیزی رو ما میگیم خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی وقتی به عملش میرسه خودمون انجام نمیدیم. ماها معمولا نصیحتگرای خوبی هستیم ولی خودمون به نصیحتامون عمل نمیکنیم. همین تو خونه شکل میگیره. یعنی وقتی بچه من میبینه نگاه میکنه، میبینه من به این خوبی حرف میزنم، مثلا میگم سر بچه‌ها داد نزنید، با بچه‌هاتون صحبت نکنید، به بچه‌هاتون احترام بذارید، بعد فرض کن خودم برم خونه سر بچه‌م داد بزنم، میگه بابای من خیلی قشنگ صحبت میکنه ولی خوب عمل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه ما اعمال و رفتارمون عموما مبتنی بر تجربه و سلیقه هامونه. لایف استایل من، مدل زندگی من، یا مثلا تجربه های زندگی من، لایف اکسپریانس من، اینها در واقع رفتار و عمل من تاثیر داره. کنش های ما، رفتارهای اجتماعی ما مبتنی است معمولا بر آنچه که در عمل به کار گرفتیم. درسته. لذا من وقتی نگاه میکنم میبینم در جامعه همه دارن از حقوق حرف میزنن، از حق حرف میزنن، از گذشت و فداکاری حرف میزنن. واقعا یه کتابچه بزرگ از حرفهای خوب میشه در جامعه حتی ایرانی دید، اما در عمل که وارد میشیم اون قانون رو میشکنه، اون چراغ قرمز رو میخواد رد کنه، اون میخواد به این یکی راه نده، سر چهارراه میرسیم به همدیگه توجه نمیکنیم. حالا بیایم تو خونه بدتر از اینا. بله. یعنی مثلا فرض کنید ما در خانه هامون، مثال خیلی اتفاق میفته، من بارها دیدم همه دارن سریال میبینن، یه سریال جذابی هست، همه دارن میبینن، تلفن زنگ میزنه، هیچ کسی حاضر نیست باشه این تلفن رو جواب بده، آخر زور همین به اون بچه کوچیکتر میرسه. دقیقاً. معمولا مادرها فداکاری میکنن، خودشون با میشن جواب میدن، یکی در میزنه، همه ما نشستیم سریال میبینیم، هیچ کی با پاشو درو کن، تو پاشو درو کن، یه دقیقه پاشو تو، حالا من دارم. همه موندن دارن. ببینید علتش اینه، وقتی هم که میشیم صحبت میکنیم همه میگیم بایستی ما همه رعایت کنیم، اخلاق رعایت کنیم، به کودکان زور نگیم. درسته. چرا اتفاق میفته؟ بخش عمده ایش برمیگرده به تجربه های ما در کودکی، ادامه این تجربه ها. و این نکته مهمتری که شاید در سوال شما به طور صریح اشاره نشد ولی من میخوام ازش استفاده کنم، آموزش پرورش خیلی میتونه نقش ایجاد کنه. آموزش پرورش سیستم مشارکتی رو وقتی تقویت بکنه، وقتی به بچه‌ها آموزش بده تو حوزه مشارکت، اون وقت بچه‌ها میتونن تو زندگی باید مشارکت کنن. آنچه که خیلی مهم است این است که ما به جای پرورش روحیه فردی یا مصلحت‌گرایی فردی، بیشتر به سمت روحیه جمعی یا مشارکت جمعی باید پردازیم. از جمله در جنبندی عرض کنم، از جمله دلایلی که معمولاً بسیاری از کسانی که به مشارکت اعتقاد دارند، مشارکت را قبول دارند ولی انجام نمیدن، این هست که در تجربه زندگیشون تو مشارکت واقع نشدند، به مشارکت دعوت نشدند. حالا تئوریتیکلی به لحاظ نظری مشارکت چیز خوبی میدونه، اما در عمل روش مشارکت بلد نیست. و این مشکلیه که خیلی از دختر و پسرای جوان دارن. بله. قبل ازدواج با هم قرار میذارن، او میگه من حتما در کارهای خانه به تو کمک میکنم، یه افتخار برای یه مرد که تو کار خانه کمک کنه. دقیقاً سوالی بود که من خواستم بپرسم، یعنی همیشه یک
قول و قراری رو جوونا معمولا بر همدیگه میذارن قبل از ازدواج و یک ایدئالی رو توی زندگی دارن، یعنی همه این ایدئال رو دارن، ولی وقتی که به پای عمل میرسن همه رو فراموش میکنن. دقیقاً. یعنی اینها بر اساس خصلت هاشون عمل میکنن، بر اساس تفکراتشون حرف میزنن. یه دختر و پسر جوانی که همدیگر رو دوست دارن و هم علاقمند میشن، نظر دارن با هم ازدواج بکنند، برای اینکه به آرزوشون برسن از تمام مبانی نظری که تو ذهن دارن مایه میذارن. خب صحبت کردن، آدم قشنگ میتونه صحبت کنه، حرف میزنن، بحث میکنن، گفتگو میکنن، وعده میدن. وعده میدن هم درسته. ولی وقت عمل پیش میاد، وارد زندگی شده. خب حالا وارد زندگی شده باید چیکار کنه؟ باید مشارکت کنه. آروم آروم میبینید که اما اتفاقا همینجا یکی از مبانی و ریشه های اصلی یا نقطه های هسته های اولیه اختلافات میشه. دختر یا پسر به خصوص آقایون وعده زیاد میدن و بعدها مشکل عمل میکنن. خب خانم میگه من تو قبل ازدواج به من قول نداده بودی که تو کار خانه مشارکت کنی. حالا مشارکت الزاما توی فقط کار خانه نیست. مشارکت فرض بفرمایید توی برنامه‌ریزی زندگی. خیلی وقتا مثلا زنگ میزنه میگه خانم ما امشب مهمون دو نفر داریم، ما حواست باشه مثلا فامیلا اون بس اون آشنایا این دوستان من میان. خب خانم میگه بابا قبلش به من چرا سوال نمی مشورت نمیکنی؟ اینم از ظریف ترین مثالای مشارکت میتونه باشه. خب شاید اصلا من آمادگی پذیرایی میهمان ندارم. میگه حالا دیگه دعوت کردم. ممکنه یکی دوباره ندید بگیره، ولی به تدریج همین موجب میشه یه اختلافی به وجود بیاد. بزرگ بله پیش بیاد پایین. علتش برمیگرده به اینکه بسیاری از ماها وقتی که در واقعیت قرار نداریم، خیلی سورئالیستی، تخیلی، عالم خیلی خوب و فکر میکنیم، بر اساس اون حرف میزنیم. حالا که وارد واقعیت زندگی شدیم میبینیم نه. چرا؟ برای اینکه فاصله بین تفکر و خصلت یا تربیت یافتگی و عملمونه. اینا هر چی به هم نزدیکتر بشه و هم پوشانی داشته باشه، در واقع مشکلات کمتر میشه. ولی زاید اتفاقا یکی از راه‌های کاهش اختلافات خانوادگی این است که از قبل اگر نمیتونن کاری رو انجام ندن، وعده‌شون ندن. مثل وعده مشارکت که حالا تو بحث انتظارات و به هر صورت اینجور بحثا میخوام اینو بکنم که اینجا بهش خیلی اشاره نمیکنم. یه سوال دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که این مشارکتی که در موردش صحبت میکنیم با اعتماد و اخلاق اجتماعی چه نقشی رو داره؟ خانواده چطور میتونه توی این نقش کمک بکنه؟ سوال خیلی به نظر من کلیدی هستین که شما پرسیدید. ببینید مشارکت در واقع یکی از مبانی خود اعتماده و ضمناً یکی از تجلی‌های اعتماد هم هست. یعنی یه حلقه ایست که همپوشانی دارند. اگر در خانواده اعضای خانواده مشارکت میکنند، دلیلش این است که به هم اعتماد دارند. شما اگر اعتماد نداشته باشید مشارکت علمی، مالی، اقتصادی نمیکنید. اعضای خانواده اگر به هم اعتماد نداشته باشند نمیتونن مشارکت کنند. درست شد؟ پس اولی مسئله این است که مبنای مشارکت اعتماده. حالا اعتماد چیست؟ اعتماد یعنی فراهم آمدن زمینه ای که طرفین یعنی زوجین بتوانند هم رو خوب بفهمند و در واقع به آنچه که به هم وعده دادن عمل کنند. این میشه اعتماد. اعتماد در خانه یعنی این که من میدانم پشتوانه ای دارم از سوی اعضای خانواده. همین اعتماد موجب میشه که من هم برای اونا فداکاری کنم و مشارکت کنم. اینم خدمتتون عرض کنم که خود اعتماد مبتنی است بر انتظارات در زندگی. یعنی چی؟ یعنی اگر ما انتظار ایجاد بکنیم و به انتظارمون عمل نکنیم، اعتماد رو دچار خدشه میکنیم. اگر در خانواده مشارکت نیست، یعنی اعتماد اعضا به هم یه مقدار کمه. اگر اعتماد اعضا به هم کمه، برای اینکه به هم وعده میدن عمل نمیکنن. حداقل در مواردی این به طور جدی تأثیر داره. حالا چرا ما وعده میدیم عمل نمیکنیم؟ چه اتفاقی میفته؟ این به نظر من نکته خیلی مهم تجربه واقعا مدت ها بحث و گفتگو تو این زمینه هاست. ببینید هر وعده ای که ما میدیم انتظار رو میبریم بالا. انتظار ایجاد میکنیم دیگه. عمل نمیکنیم سازگاری میاد پایین. یعنی بین انتظار ما میگیم ضریب و منحنی انتظار و منحنی سازگاری در اینجا رابطه معکوس وجود داره. مثلا من به بچه‌ام قول میدم اگر دانش نمرش 20 بشه، معدلش 20 بشه، براش یه کادوی خیلی خوب بخرم، کادویی که همیشه آرزوش داره. فرض کن یه دوچرخه اگه پسر هست. این میخونه،
چرا؟ یعنی برای رسیدن به اون نتیجه که میخواین مطلوبه ناخودآگاه بدون که حتی بعضی وقتا حتی فکر به این بکنید که حالا میتونید این کار انجام بدید یا نمیتونید. او مشارکت داره میکنه. چرا؟ برای اینکه در خواسته من داره مشارکت میکنه، چون هم برای من مفیده چون نظر من عملی میشه، هم برای او مفیده چون به خواستش میرسه. بله. درست شد. ایشون میخونه و قبول هم میشه، شاگرد مثلا اول یا خوبم میشه و من به خواستم عمل نمیکنم. دقت کنید، وقتی من به او به معرض اینکه وعده میدم، ضریب انتظار ایشون میره بالا. هر چی به نقطه مطلوب و نهایی میرسه، ضریب انتظار کاملا بالاست. خب درسته. اگه من به خواستم عمل نکنم، سازگاریش میاد پایین، بهانه گیری میکنه، بد اخلاقی میکنه و منو تهدید میکنه که دیگه من از سال دیگه درس نمیخونم. هر جا میخوام بحث کنم میگه شما دروغ میگی، شما وعده عمل نمیکنید. اینا ناسازگاریه. ناسازگاری علائمش چیه؟ علائمش عدم همراهی، عدم مشارکت دیگه از علائم ناسازگاریه. به لحاظ جامعه شناسی اگر در یک جامعه مشارکت پایین باشه، یعنی سازگاری اومده پایین. اگه مشارکت پایین باشه، یعنی سازگاری اومده پایین، یعنی اینکه انتظارات ایجاد شده، تحقق پیدا نکرده. اینو تو کانتکست خانواده، توی خانواده وارد کنید. مثلا همسری به همسرش قول میده که ما فرض بفرمایید تو تعطیلات میریم برای شمال مسافرت یا یه جایی، تعطیلات میاد نمیره، عمل نمیکنه. این ایجاد انتظار کرده، حالا که عمل نمیکنه سازگاری تو خونه میاد پایین. پس یکی از دلایل عدم مشارکت پایین اومدن اعتماده، و پایین اومدن اعتماد پایین اومدن سازگاریه. علت پایین اومدن سازگاری هم انتظاراتی است که جامعه عمل نمیپوشونه. اینجاست که ما مشکل حالا اصطلاحا تو بحث اخلاق اجتماعی و اخلاق خانوادگی مشکل پیدا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی فرایند اخلاق خانواده دچار مشکل میشه. اخلاق یعنی چی؟ اخلاق یعنی تنظیم روابط مبتنی بر مقررات، قانون، عواطف و احساسات که یه مجموعه ای رو تنظیم بکنه که انسان بتونه آسایش پیدا بکنه، آرامش پیدا کنه و رشد کنه. خب وقتی چنین اتفاقی میفته، عملا توی خونه آروم آروم پنهانکاری شروع میشه. حرف گوش نمیکنن، وعده میدی توجه نمیکنند، خواهش میکنی کسی توجه نمیکنه. به تدریج اعتماد دیگه از دست رفته، حداقل کاهش پیدا کرده. پس لازمش این است که ما در واقع بیاییم به این سمت که آسیب خانواده رو برای اینکه کمتر بکنیم، به قول شما اول باید خوب تحلیل کنیم، بررسی کنیم و بعد ببینیم میتونیم این وعده رو بدیم، بعد وعده رو بدیم. خیلی وقتا ما میبینیم تحلیل‌های خیلی پیچیده علمی میاد توی بحث‌های خیلی ساده هم خودش رو میتونه نشون بده. خیلی ساده مشارکت تو خانواده کلاپس میکنه یا از بین میره یا کاهش پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه وعده ها اعتماد از بین میبره، وعده هایی که عمل نمیشه بهش. خیلی ممنون آقای دکتر، این بحث خیلی بحث دلچسبی. اگر که اگر میتونین برای ما یه جنبندی خیلی مختصری در مورد این بحث بکنین. جنبندی که واقعا از این بحث میشه داد این است که یکی از مبانی مهم در واقع رشد و توسعه خانواده بحث مشارکت و ارتباطات دو سویه در خانواده است. چون مشارکت عملا یه نوع ارتباط دو سویه است. با این اندیشه باید این اتفاق بیفته که هر دو طرف، یعنی اعضای خانواده، همشون سود ببرن از مشارکت. در خانواده هر خلل پیش میاد همه مشکل پیدا میکنن، هر سودی هم بیاد همه سود میبرن. پس اینو باید بهش فکر بکنن. این یه نکته خیلی مهمه. نکته مهم دیگر این است که اگر ما میخوایم در خانواده یک مشارکتی اتفاق بیفته، باید مطمئن بشیم که مبانی اعتماد در خانواده محکم و پایدار و استوار است. مبانی اعتماد در خانواده مبتنی است بر آرزوهایی که ما ایجاد میکنیم، انتظاراتی که ایجاد میکنیم و بهش تحقق میبخشیم، وعده‌ای که میدیم و عمل میکنیم. اینها رو وقتی ما در کنار هم قرار بدیم، میبینیم یک خانواده میتونه آروم آروم به سمتی بره که بتونه در به اصطلاح فرایند نه طولانی مدت اعضای خودش رو با نقشهایی که تعریف میکنه موفق و در واقع تحقق یافته ببینه. من یه مثالم به عنوان آخرین مثال بزنم که دیگه وقت بینندگان عزیز و برنامه رو زیاد نگیریم. ببینید، ما وقتی که نگاه میکنیم به آموزش پرورش، نگاه میکنیم به خانواده، نگاه میکنیم به رسانه ها و به مجموعه ای که توی زندگی اجتماعی ما نقش دارند، میبینیم ما در معرض انتظارات فراوان، وعده های فراوان قرار میگیریم. این وعده ها وعده هایی هستن که ما به سمتشون میخوایم حرکت کنیم. من به عنوان یک مثلا عضو خانواده وقتی وعده‌ای بهم میرسه، برنامه‌ریزی میکنم،
زندگیمو برای اون وعده تنظیم میکنم، میبینم سود معنوی، مادی، اجتماعی، فرهنگی در اون وعده دارم، پس به سمتش پیش میرم. حالا اگر این وعده تحقق پیدا نکنه چه اتفاقی میفته؟ تمام مدتی که من سرمایه گذاری کردم، تمام مدتی که من فکر کردم رو قضیه، تمام انرژی که برای موضوع گذاشتم، احساس میکنم بی حاصل بوده. همین یه نوع افسردگی اصلا به خود من میره. یه مقدار که این تکرار بشه، اون وقت به تدریج ما تبدیل میشیم به افرادی که فقط با اینستی تحت تاثیر قرار میگیریم. و اینم خدمت عرض کنم که معمولا مشارکت با دخالت فرق میکنه. خیلی وقتا از بیرون خانواده میخوان در داخل خانواده مشارکت ایجاد بکنن، ولی عملا ممکنه صورت دخالت پیدا بکنه. مثل خیلی ها که فکر میکنن مثلا برای حل مشکلاتشون دیگران بهشون کمک کنند مشکلشون حل میشه. این یه مرز خیلی حساسی داره. در بسیاری از موارد کمک دیگران واقعا مشارکت تلقی میشه و به ما کمک میکنه. در مواردی هم کمک دیگران کمک نیست، دخالته. چگونه این تشخیص داده میشه؟ دیگرانی که با نیت در واقع همکاری، همراهی و دوستی وارد به زندگی ما میشن، واقعا میخوان ببینن ما چه نیازی داریم. معمولا نمیگن اگر مشکلی کاری داشتید رو ما حساب بکنید، خداحافظ، ما همینقدر بهتون میگیم. اگر هم بهشون مراجعه نکنید ناراحت نمیشن، فقط بهتون گفتن اطمینان قلب داشته باشید که تنها نیستید. ولی گاهی اوقات احساس میکنید که بعضیا خیلی اصرار بر این دارن که اینجاست که باید خود فکر کرد چرا خیلی اصرار دارن به ما کمک کنن. نه اینکه کار بدی است، ولی خب اون گروه اول گفتن رو ما حساب کنید خداحافظ و همیشه با ما ارتباط دارن. بعضیا دیگه کم کم دارن میان برنامه رو تحلیل میکنن، توی خانواده تجسس میکنن، میخوان ببینن چه میگذره، میخوان ببینن. اینجور مواقعی که میرسه، اون وقت ما اسم مشارکت نمیذاریم. چرا؟ برای اینکه مشارکت زمانی است که ما نیاز داشته باشیم دیگه. من خانواده نیاز به کمک نه اینکه ندارم و نخواهم داشت، ولی فعلا ندارم. شما چرا اصرار دارید الان خیلی به من کمک کنید؟ ما از شما ممنونیم. وقتی موقع کمک شد ما حتما از شما درخواست کمک می‌کنیم. خب دکتر، البته این میان هم خدای نکرده یه وقتی این سوء زن ایجاد نشد در این شبهه برای بینندگان که اگر که همچین اتفاقی افتاد، بعد گاهی اوقات واقعا این حکم کمک رو داره، ولی یک نگاه بدبین پیش نیاد که فکر کنن که شاید این که داره خیلی به من کمک میکنه، نه، این حتما یک فضولیه یا میخواد ببینه که من تو زندگی من چی میگذره. نه، نکته خوبی اشاره کرد. یعنی این در واقع توضیح شما این ابهام رو برطرف میکنه که هر کسی که به ما میگه میخوایم بهتون کمک کنیم الزاما نیت منفی نداره. من 100% با شما هم عقیده هستم. ما زمانی اگر کسی به ما اظهار کمک کرد و ما هم علاقمند بودیم به کمکشون که درخواست میکنیم انجام میدیم، و اگر اظهار کمک کرد و گفت هر وقت خودتون خواستین به ما خبر بدین، یه شکل کاملا طبیعیه. اما مواردی پیش میاد که افرادی دائما اظهار میکنن ما میخوایم به شما کمک کنیم، ما میخوایم به شما کمک کنیم، ما میخوایم، در حالی که ما باید اول مطمئن بشیم که نیاز به کمک داریم یا نه. وقتی ما نیاز به کمک داریم، اون زمانی است که واقعا خودمون هم حس میکنیم مشارکت دیگران به ما سوداوره. درسته. مثلا به ما هم فکری میدن، میخوایم دخترمون ازدواج بکنه، علاقمند هستیم به ما هم فکری بدن. دیگران هم میگن ما به شما هم فکری میدیم. خب ما اینجا باید استقبال بکنیم، به ما کمک بکنن، به سمت ما بیاند. ولی زمانی هست ما واقعا نیازی به کمک نداریم و خودمون هم فکری فکر میکنم نیاز نداریم الان، چون درون خانواده ما هم فکری میکنیم، ولی اصرارهای فراوانی میشه که باید به ما کمک بشه. ما نمیگیم این حالت منفیه، برخوردی هم لازم نیست بشه، ولی حداقل میشه بهشون گفتش که ما از لطف شما خیلی ممنونیم، ولی به موقعش ما حتما از کمک شما استفاده خواهیم کرد. حالا البته آقای دکتر، این یه بحث خیلی جالبی رو پیش میکشه. من فکر کنم اگه بخوایم شروع بکنیم یک قسمت دیگه از برنامه‌مون رو بریم جلو بریم، ولی فکر میکنم یکی از ویژگی‌های شاید میشه گفت ایرانیا اینجوریه. یعنی من خودم با این قضیه خیلی روبرو شدم، حتی توی مجموعه ایرانیان خارج از کشور دیگه، یا خیلی از هم دوری میکنن، چی میگم، یه بحث کاملا جداست، یا اینکه خیلی دوست دارن که به هم کمک بکنن. بعد این کمکه بعضی وقتا احساس میکنی که واقعا میخوان کمک بکنن، یا اینکه واقعا میخوان ببینن که من دارم چجوری زندگی میکنم، دارم چیکار میکنم. اینه که یه چیزی که من خودم احساس میکنم که شاید من اشتباه میکنم، یه ویژگیه که خیلی توی ایرانی ها متداوله. ببینید، یه مقدار زیادی این توی خیلی از گروه ها ممکنه باشه و در برخی از ایرانی ها هم این هست.
یعنی مثل همه گروه ها. شاید عمومیت هم نداشته باشه در جمع ایرانیان، من معتقدم عمومیت نداره، ولی در بعضی ها خب دیده میشه در گروه هایی. نکته مهم این است که ما خودمون با چه هدفی میخواییم به دیگران کمک کنیم. حالا ما از این ور موضوع رو میبینم. ما اگر میبینیم که دیگران نیاز به کمک ما دارن، بهشون اعلام میکنیم میتونیم کمکتون کنیم. درسته. هر وقت صلاح دیدن میریم بهشون کمک میکنیم. این یه شکل طبیعی قضیه است. حالا از این طرف عده‌ای به ما پیشنهاد میکنن ما بهتون میخواییم کمک کنیم. ما نیاز داشته باشیم بهشون اعلام میکنیم و ممکنه الان نیاز داشته باشیم، دو ماه دیگه نیاز داشته باشیم، چهار ماه دیگه نیاز داشته باشیم. بهشون میگیم ما حتما بعدا وقتی نیاز داشتیم از کمک شما استفاده میکنیم. یه مقداری هم اینجا خصلت های پاره فرهنگ ها، نوع تربیت های خانوادگی، نوع شکل دیگه روحی اجتماعی، بعضی هم واقعا طالب کمک هستن، یعنی بعضی خصلت های مثبتی دارن که همیشه میخوان دیگران رو حمایت کنن، کمک درسته. کنن، نمیخوان که سیاسی ببینه. این ها وجود داره. لذا ما در مجموع خانواده ها به نظر من بایستی به هر نوع اعلام کمکی مثبت نگاه کنند. بله. یعنی ما مثبت نگاه میکنیم تا بتونیم که در روابط اجتماعی خودمونم مشارکت های مثبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر. بحث خیلی داغ شد به قول معروف و خیلی بحث جالبیه. انشاءالله ما در فرصت های دیگه حتما این بحث رو ادامه خواهیم داد. با تشکر از حضور جناب آقای دکتر که در کنار ما بودن، از همه شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.